آلودگی هوای شهرهای ایران یکی از بزرگترین چالش های اجتماعی امروز ایران شده و شماره روزهای هوای پاک کلان شهرها در سال به شدت رو به کاهش است برای نمونه تهران در شش ماه اول سال جاری فقط دو روز هوای پاک را تجربه کرده و حالا وزیران کشور و آموزش پرورش با الگو برداری از چین پیشنهاد تغییر استاندارد شاخصهای آلودگی هوا را دادند اما این پیشنهاد با مخالفت جدی کارشناسان افکار عمومی و مجلس روبرو شده محمد علی محسنی عضو کمیسیون بهداشت مجلس تغییر استانداردها را پاک کردن صورت مسئله دانسته خواهان اجرای قانون هوای پاک شده قانونی که از ردیف بودجه 1402 هست شده و به گفته کارشناسان جامعه ایران سالانه بیش از 11 میلیارد دلار خسارت ناشی از آلودگی هوا را متحمل می شوند. مطابق گزارش وزارت بهداشت 11.3 و 11 میلیارد دلار خسارت جانی ضررات معلق هست در کشور به صورت سالیانه خب از همین بیان استفاده بکنم به عنوان منبع مالی برای اجرای طرح کاهش آلودگی هوا عباس شاخصوانی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت نیست در مخالفت با تغییر استاندارد شاخص آلودگی هوا میگوید بعضی روزها در تهران قلزت ذرات معلق دوونی میکرونی بیش از ده برابر راهنمای سازمان جهانی بهداشت می شود. در این میان سازمان حفاظت محیط زیست ایران که مدعی است دولت رئیسی محیط ترین دولت جمهوری اسلامی است از این الگو برداری حمایت کرده و کارشناسان میگویند این سازمان سلامتی مردم را فدای اهمال و مسلحت های حکومتی کرده بهمن سقایی صدای آمریکا